همه مخاطبای عزیز، معرفی منو انجام دادین تا یه حدی. حالا ما فکر میکنم که وبینار رو شروع کنیم، بعد اگر لازم بود من معرفی خب من شروع کنم جناب آقای صادقی. خواهش میکنم. خب صحبت که امروز ما داریم راجع به مبانی مارکتینگ هستش، مباحث اولیه مارکتینگ برای استارتاپ ها. اول که به من پیشنهاد دادن که یه وبینار در این زمینه داشته باشم، محتوا رو که داشتیم بررسی میکردیم، من خیلی دوست داشتم که راجع به کاستمر دیسکاوری و شناخت مشتری صحبت کنیم، اما خب ارتباطش رو هم باید با مباحث اولیه مارکتینگ بحث کنیم. به همین دلیل من یه مقدمه ای از مباحث اولیه مارکتینگ رو میگم، با توجه به اینکه استارتاپ ها از مراحل مختلفی هستن، سعی میکنیم که بیسیک ها رو هم اول کاور کنیم و بعدش میرسیم به اون تجربه ای که من توی این 2 سال و نیم از ارتباط با استارتاپ های استیج های مختلف از پریسید گرفته تا حتی گروس باش مواجه بودم و ایراد عمومی که میبینم از ناآشنا بودن و یا بی اهمیت داشتن، بی اهمیت بودن این شناخت، پروسه شناخت مشتری برای استارتاپ ها توی استیج های مختلف. سعی من بر این هستش که این ورکشاپ رو زودتر، یعنی اون توضیحات رو زودتر کاور کنم که تا اونجایی که میشه سوال و جواب باشه با توجه به چیزایی که من گفتم و شما سوال های مرتبط با استارتاپ خودتون رو بیشتر بپرسید. خب به نام خدا شروع میکنیم. کلاً مباحثی که امروز میخوایم راجبش صحبت کنیم همون اصول اولیه مارکتینگ هستش، بخش بندی بازار یا مارکت سگمنتیشن، هدف قرار دادن بخش بازار که انتخاب میکنیم و بعد پوزیشن کردن خودمون و استارتاپمون در ذهن مشتری ها، که حالا این قسمت اول که نارنجی کردم اون قسمتی هستش که راجب شناخت مشتری بیشتر قرار صحبت بشه. خب توی بحث مارکت سگمنتیشن یا بخش بندی بازار ممکنه که خیلی باهاش آشنا باشین، زیاد شنیده باشین ازش. به طور کلی بخش بندی بازار اینجوری هستش که شما میان میگین که به فرض ما جامعه هدفمون جامعه ایران هستش، کلاً تمام مشتری هایی که ما داریم برای استارتاپمون کسایی هستن که توی ایران زندگی میکنن. خب یه بازار 80 میلیونی مثل ایران از آدم های مختلفی تشکیل شده و بر اساس موردهای مختلفی میشه بخش بندی بازار رو انجام داد. بخش بندی جغرافیایی خب یه مثال خیلی سادهش هستش. منظور اینه که ما بیایم مثلا بگیم که من شمال ایران رو میخوام تحت پوشش قرار بدم، یا نه کوچکتر از اون میخوام تهران رو تحت پوشش قرار بدم، یا حتی از اونم کوچکتر من میخوام یه ناحیه خاص رو توی تهران برای بازار شروعم مد نظر قرار بدم. این یه مدل بخش بندی بازار هست. یه مدل دیگه بخش بندی بازار بر اساس اون شاخصهای انسانی یا دموگرافیکس بازار هستش که مردم چند سالشونه، جنسیتشون چیه، شغلشون چیه و از این قبیل. مورد دیگه بخش بندی بازار بر اساس رفتار مشتریان هست. کسایی که رفتار ایمپالسیو دارن، یعنی هیجان زده میشن و خرید میکنن، کسایی که لویالتی بیشتری توی بازار دارن، به برندهای خاص دارن و برندی که انتخاب میکنن و بهش وفادار میمونن، یا چیزایی مثل این. یه مدل دیگهش بخش بندی بر اساس اون جنبه های روانشناختی مشتری هست
و اینکه چه نوع شخصیتی دارن، چه نوع سبک زندگی دارن، رفتارشون در رابطه با برندهای مختلف چیه، مثلا استقلالیان، مثلا لوکس میخرن، مثلا قیمت براشون مهمه، پرایس سنسیتیو، و چیزایی از این قبیل که حالا بیشتر راجع بهشون صحبت میکنیم. مثلا یه مثالی که اینجا آورده، مثلا یک بخش بازار انتخاب کرده، خانم هایی که مثلا 18 تا 24 ساله هستن، مجردن، توی ناحیه جغرافیایی خاص زندگی میکنن، رفتار خاصی دارن در رابطه با محصولات مختلف و یه سری ارزش های خاص اعتقادی رو دنبال میکنن. این میشه یک مثال از یک بخش بندی بازار. و کاری که استارتاپ ها معمولا انجام میدن اینه که میان یه بخش بندی بازاری رو انجام میدن بر اساس اون شناختی که، بر اساس اون تصوراتی که در ذهنشون هست، و بعد میان برای هدف قرار دادن اون بخش های مختلف بازار استراتژی مختلفی در پیش میگیرن. یه مثال خیلی سادهش که در واقع هیچ کاری نکردن هست، میان تعریف میکنن که اون آمیخته بازاریابی ما یا مارکتینگ میکس ما برای همه این هست و ما همه رو میخوایم هدف قرار بدیم، که به این میگن undifferentiated marketing، یعنی تفاوت خاصی قائل نمیشین که مشتری های شما کیا هستن. شما یه محصول با یه قیمت ثابت توی یه سری جاهای خاص تولید و توزیع میکنین و ارتباطتون رو با مشتری اونجوری حفظ میکنین. اما بعضی ها میان میگن که خب ما مشتری های متفاوتی داریم و مشتری های متفاوت ما انتظارهای متفاوتی از محصول ما دارن، پس ما نمیتونیم یک آمیخته بازاریابی ثابت بهشون ارائه بدیم. اگر با مارکتینگ میکس یا آمیخته بازاریابی آشنا نیستیم، توی اسلاید بعد بیشتر راجبش توضیح میدم، نگران نباشید. ولی توی دیفرنشیتد مارکتینگ بحث این هستش که بیش از یک بخش بازار رو انتخاب میکنیم، یعنی مشتری هایی که ما مد نظرمون هستن رفتارهای متفاوتی دارن، بنابراین ما محصول های متفاوتی بهشون ارائه میدیم. به عنوان مثال اگر شما اسنپ رو در نظر بگیرید، به نظرتون کدوم یکی از این استراتژی های یک یا دو رو انتخاب کرده؟ دیفرنشیتد یا undifferentiated؟ اگر جواباتون تایپ کنینم خوبه، ولی آخرین چیزی که من میبینم اینه که آقای مهدی گفتن سلام، کیفیت خوبه، مرسی. خب حالا من خیلی وقت وبینار نمیگیرم. اسنپ اولش با یه استراتژی واحد برای همه وارد بازار شد. خب MVPشون یا مینیمم وایبل پروداکتشون، کمینه محصول پذیرفتنیشون ایجاب میکرد که یه محصول داشته باشن. اما به مرور که اون محصولشون پذیرفته شد و اقشار مختلفی به عنوان مشتریشون وارد شدن، اومد مارکتینگ میکسش رو تغییر داد. یعنی مثلا اسنپ وان آورد که برای بانوان هست و دموگرافیک خاصی دارن، فقط بانوان، بانوانی که نگران امنیتشون هستن و انتظار خاصی دارن از محصولشون، اومد در اونا اسنپ وان رو معرفی کرد. یا برند لوکسش رو آورد و ماشین های لاکچری رو معرفی کرد برای کسایی که به قیمت حساس نیستن، دنبال لوکس بودن سرویسی هستن که دارن از اون استفاده میکنن. و همین سه تا آمیخته بازاریابی متفاوته، چون قیمتش متفاوته، چون مشتری های مخاطبش متفاوته، چون سرویسی که میگیرن و اسنپ ارائه میده متفاوته. بنابراین اومد آدم های مختلفی که مخاطبش بودن رو بخش بندی کرد و بر اساس اون سرویس آفر داد. یه مدل دیگه از تارگت کردن concentrated marketing هست که یک سگمنت خیلی خاص و خیلی کوچیک رو انتخاب میکنیم و بر اساس اون آمیخته بازاریابی رو تعریف میکنیم که تعداد مخاطبانتون خیلی خیلی کمتر میشن، اما حاشیه سود خیلی زیادی دارین و از طریق ارائه خدمات مناسب به همون اقشار که انتخاب کردین و همون جمعیت کوچیک میتونیم سود ببریم. و خب این خیلی کار سختیه، بخاطر اینکه
باید روش های خیلی مناسب تری، خیلی با دقت تری انتخاب کنین برای اینکه برسیم به اون آدم ها. و خب توی مارکتینگ میکس که توضیح میدم بیشتر با این مورد آشنا میشین. و قسمت بعدی هم پوزیشن کردنه. اون محصولی که میخواین ارائه بدیم توی ذهن مشتری هست. محصول میتونه به شکل‌های مختلف توی اذهان مردم جا بیفته. این یه مثال هست اینجا که مثلا اگه برند سونی رو مقایسه کنیم، اینجا اومده بر اساس قیمت و کیفیت شرکت‌هایی که ارائه دهنده محصولات کامپیوتری هستن رو دسته‌بندی کرده و پوزیشنشون رو توی بازار اونجوری که پرسیو میشه، اونجوری که برداشت میشه از سمت مشتری‌ها نشون داده. مثلا سونی رو یه محصول نسبتاً با کیفیت با قیمت بالاتر از متوسط معرفی کرده. خب قیمتش نسبت به توشیبا بیشتره، از نظر کیفیتی تقریباً همونه، اما هم از نظر قیمت نسبت به اپل در جایگاه پایین‌تری قرار داره با اینکه کیفیت بیشتری داره. یا مثلا لنوو یه محصول ارزون قیمت به نسبت هستش و خب به همون نسبت هم کیفیتش کمتره نسبت به ایسوس یا توشیبا، با اینکه از نظر قیمتی باشون اختلاف چندانی نداره. یه مثال دیگه ای که ما بخوام بزنیم از پوزیشنینگ راجع به خودروها هستش. خودروهای مختلف که توی بازار وجود داره، کسایی که با برندهای مختلف خودرو آشنا هستن بهتر میتونن اینو ببینن. این دفعه اون شاخص هایی که بر اساسش دسته‌بندی کرده کاربردی بودن و لوکس بودن از یه طرف، و از اون طرف هم بسته به اون تیپ شخصیتی کسی که استفاده میکنن، ماشین اسپورت بیشتر میپسندن، آدم های شاید تیپ های جوان تری باشن، اسپورتی تری باشن یا محافظه کار تر باشن. و بر اون اساس اومده مثلا بنز رو یه ماشین لوکس معرفی کرده، یه ماشین کلاسی معرفی کرده که آدم های محافظه کارتری، آدم هایی با تیپ شخصیت متفاوتی میپسندنش نسبت به مثلا یه برندی مثل آودی یا بی ام دبلیو. و این خب صرفا مثال هستش. تا الان های راجع به این صحبت میکردیم که این مارکتینگ میکس رو ما برای اینا چجوری تعریف میکنیم. مارکتینگ میکس در حالت کلی یا آمیخته بازاریابی چهار بخش اصلی داره: Product, Place, Promotion و Price. Product که محصول هست، Place جایی هستش که ارزشی که شما خلق کردین به دست مشتری میرسه، لزوماً به معنی مکان فیزیکی نیست. Price قیمت هست و Promotion همون فعالیت بازاریابی که شما انجام میدین برای اینکه محصولتون رو بشناسونید و به فروش نزدیک‌تر کنید. اگر که توی سکتور سرویس باشین، سه تا پی دیگه هم بهش اضافه میشه: فیزیکال، اویدنس، پروسس و پیپل. پیپل که همون مردم یا کسانی هستن که اون خدمات شما رو ارائه میدن. مثلا اگر که سرویس پرووایدر هستین، مثلا اگر که آموزش دارید مثل فرانش، مثلا یه وبسایت آموزشی هستین، پیپل بخشی از اون آموزش بازاریابی شما میشن. چه کسانی کمک میکنن که این پروسس فسیلیتیت بشه، یا مثلا همون پروسه چی هست، چجوری میتونید اون آموزش هاتون رو به دست مشتری برسونید. یا فیزیکال اویدنس، مخصوصا برای استارتاپ هایی که توی حوزه تک فعالیت میکنن یا سرویس ارائه میکنن، اون جنبه ویژوال سرویستون هست، مثلا وبسایتتون هست، یا اگر جایی برای ارائه سرویس دارین یه مکان فیزیکی وجود داره، اون هم مثلا طراحی داخلی جایی که سرویس ارائه میدین هست. و همه اینا با همون آمیخته بازاریابی رو میسازه. تا اینجا شو فکر میکنم همه چون کم و بیش باش آشنا بودین، اطلاع دارین از اینه که خب آره ما یه بازار هدف بزرگی داریم، باید اونو بخش بندی کنیم و بر اساس بخش بندی که انجام میدیم به مشتری های متفاوت سرویس های متفاوتی ارائه کنیم و اونو در قالب مارکتینگ میکس یا آمیخته بازاریابی ارائه کنیم.
اما تجربه من توی این دو سال و نیم گذشته نشون داده که توی گام اول توی بخش بندی بازار استارتاپ ها خیلی موفق عمل نمی کنن. یا اینکه یک بار میان و بازارشون رو میشناسن و برای همیشه فراموش میکنن که خب این یه پروسه ایه که مدام باید تکرار بشه و با تکرار اون و دیدن تغییرات هست که ما بیشترین یادگیری رو از اون داریم. بنابراین از اینجا به بعد وبینار اختصاص داره به اینکه ما چجوری مشتریمون رو بشناسیم و بعد بر اساس شناختی که پیدا کردیم بیان برشون برای اون مشتری های محصول دیزاین کنیم، طراحی کنیم. یه تاریخچه ای اگر من بخوام از مارکتینگ براتون بگم اینطوری هستش که خب قبل از انقلاب صنعتی کلن اینطوری بود که تقاضا خیلی خیلی بیشتر از عرضه بود و مردم همیشه با کمبود محصول مواجه بودن و تولید محصول بهینه نشده بود، تولید محصول خیلی کار سختی بود توی هر صنعتی که فکرشو بکنید و به همین دلیل کلن هر محصولی که ارائه می شد چون آدم های زیادی خواستارش بودن. ببخشید من الان سوالاتون رو دیدم. HP بالاتر از لحاظ قیمت، فوجیتسو گرونه و بیکیفیت. راجب فکر میکنم راجب این اسلاید بود، من قبل از اینکه اینو ادامه بدم جواب سوالای شما رو بدم. بله شما خیلی صاحب نظر میتونید باشین توی این زمینه. اینکه این چقدر درست یا نه و چقدر up to date هست یا نه رو من راستش بله میدونم توی اون نموده. اینکه این چقدر واقعی هست و چقدر up to date هست رو من هیچ اصراری ندارم که این الان یه فکته، این قطعا درسته، این فقط یه نمونه هست. بله HP در برخی محصولاتش از اپل گرونتره. حالا اینکه این کسی که این نمودار رو تولید کرده چرا این فکر رو کرده یا بر اساس چه بازه زمانی این کار کرده من برسش مطمئن نیستم، ولی اصلا درست یا غلط بودن اطلاعات اینجا الان مورد بحث ما نیست و صرفا یه شمایی از این هستش که شما متوجه بشین که وقتی از پوزیشنینگ صحبت میکنیم در واقع راجب چی میگیم. بله منم تعجب کردم که چرا اپل لیزر بالاتر نیست، میتونست اکسپنسیو تر باشه، گرون تر باشه، ولی صرفا یه شمای کلی هستش. حالا روی مثال مناقشه نکنیم. اگر که باز در این مورد سوالی دارین حالا میگم خارج از مثال من در خدمتتون هستم. ولی چیزی که داشتم عرض میکردم خدمتتون این هستش که زمانی که تقاضا خیلی بیشتر از عرضه بود کلن هر کسی هر چیزی که ارائه میداد سریع به فروش میرسید. وقتی که انقلاب صنعتی پیش اومد یه زمانی طول کشید تا عرضه و تقاضا تقریبا مساوی شد، ولی از اون به بعد عرضه خیلی بیشتر از تقاضا شد. بنابراین دوره فروش شروع شد، دوره سیلز شروع شد و اونجا بود که یه سیستم پوش در واقع بر بازار حاکم شد. یعنی شما می اومدین یه محصولی درست میکردین و هر چیزی که بود مهم نبود چقدر با کیفیت، شما اونو هول میدادین به سمت بازار و هنرمند کسی بود که بتونه با استفاده از تکنیک های فروش اون محصولی که ساخته رو بهتر به قول معروف غالب کنه به مشتری. این خب تا یه مدت جواب میداد اوج به وجود مدن تکنیک های فروش و جزئیاتی از چیزایی که ما الان توی تکنیک های فروش میبینیم و کورس های سیلز میبینیم واقعا اوجش توی همون دوره استارت خورد و اینجوری بود که دوره فروش خیلی توی اون بازه بعد از انقلاب صنعتی پررنگ شد. ولی از یه جایی به بعد مردم انتخابهاشون بیشتر شد، یعنی کسایی که سرویس ارائه میدادن، کسایی که محصول ارائه میدادن، رقبای بیشتری وارد بازار شدن و مشتری ها حق انتخابشون خیلی گسترده تر شد و اونا بودن که تصمیم می گرفتن که کدوم محصول رو می خرن. و کسی برنده بود که محصولی رو تولید می کرد که
مناسب تر بود برای بازار و برای نیاز مشتری. اونجا بود که دوره مارکتینگ شروع شد. تکنیک های مارکتینگ یا تکنیک های پول به وجود اومد. یعنی پوش اونجوری بود که گفتم محصول رو میسازی از توی کارخونه و هول میدی به سمت بازار. ولی توی سیستم هایی که مارکتینگ بیس هستش، شما میری نیاز رو میگیری و بر اساس نیاز هی گام به گام میری عقب تا میرسی به مرحله تولید. یعنی اوکی، من مشتری من چی میخواد؟ برای اینکه این نیازش برآورده بشه من باید چه چیزی رو تولید کنم؟ برای اینکه بتونم اینو تولید کنم باید چه چیزی رو طراحی کنم و بعد از کدوم تامین کننده بگیرم؟ و این توی چرخه تامین همینجوری گام به گام میاد عقب و به خاطر همین هستش که اسمش رو سیستم پول میذارن. همه اینا رو گفتم که بدونیم که ما الان چرا میگیم که باید یه محصولی رو بسازیم که برای مشتری هست. دوره فروش تموم شده دیگه، ما نمیتونیم هر چیزی که فکر میکنیم خوب هست رو بسازیم و سعی کنیم هولش بدیم به سمت بازار، به خاطر اینکه مشتری ها انتخابای خیلی زیادی دارن و کسی که بر اساس خواسته مشتری محصول درست نکنه خیلی خیلی شانس زیادی وجود داره که به زودی از این چرخه حذف بشه. و این کاری هستش که متاسفانه من خیلی به ندرت توی استارتاپ ها دیدم. یعنی اتفاقی که میفته این هستش که استارتاپ ها میان یه نیازی رو شناسایی میکنن، معمولا نیاز خودشون و اطرافیانشون هست و میگن که خب اوکی این یه نیازه و چیز خوبی هم هست، ما بعد از این برطرفش کنیم. اوکی بریم برطرفش کنیم. چجوری برطرفش کنیم؟ یه محصول بسازیم. خب این محصول رو که ساختیم لانچ میکنیم و دوست دارن که اجایل باشن، دوست دارن خیلی سریع پیش برن، دوست دارن اون چیزی که فکر میکنن درست هست و سریع اجرایی کنن و بعد بر اساس کاستمر فیدبکی که میگیرن محصولشون رو بهتر کنن. خب این به خودی خود کار بدی نیست، ولی یه زمانی ما توی شناخت این که MVP ما چی باید باشه، کمینه یه محصول پذیرفتنی ما چی هست و چه چیزی اونو پذیرفتنی میکنن و کمینه بودنش، حفظ شدن کمینه بودن خیلی مهم هست که حداقل کاری که باید انجام بده رو هم رعایت کنیم، میافتیم توی یه لوپی، توی یه چرخه‌ای که هی دوست داریم هی فیچر اضافه کنیم و هی محصولمون رو کامل و کامل تر کنیم بدون توجه به اینکه آیا این فیچرهایی که من دارم دیولپ میکنم برای محصولم دقیقا همون چیزایی هستش که برای مشتری مهمترین هست. و من خب دارم وقت میذارم، بخش از بودجه‌مو میذارم، زمانمو میذارم و اینا مهمترین ریسورس های یه استارتاپه که یا این کار رو اول انجام نمیدن که مشتریشون رو خوب بشناسن، یا اگر این کار میکنن یک بار انجامش میدن و یه ها میبینیم یک سال دو سال گذشته رقبای جدیدی وارد بازار شدن، حالت اولیه نیاز تغییر پیدا کرده به خاطر آفرهای دیگه‌ای که از طرف رقبای دیگه توی بازار وجود داره و مردم با آپشنای آشنا شدن که تا قبل از این فکرش هم نمی‌کردن، ولی به هر حال الان نیازشون عوض شده. ولی اون استارتاپ غافل از این همه تغییر، حتی اگر اون بررسی اولیه رو انجام داده باشه. مثلا خب یه زمانی بود که ما هممون آژانس می‌گرفتیم، دوباره من مثال اسنپ رو می‌زنم برای اینکه خیلی ملموس هست و برای همه قابل درکه، چون تقریبا فکر می‌کنم هممون یک بار رو حداقل ازش استفاده کردیم. یه زمانی بود که دو تا انتخاب داشتی، سه تا حالا انتخاب داشتی، یا اینکه از پابلیک ترانسپورتیشن استفاده کنی، از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنی و یه آپشن دیگه این بود که خب خودت ماشین داشته باشی و گزینه سومش آژانس بود. آژانس میتونست خیلی مشکلات داشته باشه، مثلا اینکه شما جایی هستین که خونتون نیست و یا محل کارتون نیست، جایی که به ندرت به اونجا مراجعه میکنی، این باعث میشد که خب شما پیدا کردن آژانس براتون سخت باشه، قیمت هایی که میدن هیچ برنامه‌ای براش وجود نداشته باشه و شما همین که یه نفر بیاد و برسونتتون به مقصد براتون کافی بود. اما وقتی اسنپ اومد مردم پرایس سنسیتیو شدن، وقتی ریتینگ راننده ها جذاب شد، نظافت ماشین مهم شد، اخلاق و رفتار راننده مهم شد و اینا نمونه هایی از نیازهای جدیدی هستن که به وجود اومد به خاطر اینکه
اسنپ فود پپسی هم اومد یه فیچرهایی رو اضافه کردن و باعث تغییر رفتار مشتری شدن، که اگر سرویس پرووایدرهای این حوزه ازش غافل باشن خیلی راحت میتونه منجر به شکست استارتاپشون بشه اگر همپای رقیبشون اون سرویس ها رو ارائه ندن یا از اونا جلو ندن. خب همه اینا ما رو میرسونه به این که خب ما اول از همه باید یه problem solution fit داشته باشیم. اینو احتمالا توی اون کارگاه های اولیاتون خوندین، دیدین، باشنا آشنا نیستین، اما من خیلی سریع توضیح میدم اینا رو. این چیزی که الان اینجا میبینین نقشه مقایسه اون چیزی که مشتری میخواد و اون چیزی که شما ارائه میدین هست. این قسمت بالا که من نمیدونم شما نشانگر موس منو میبینین یا نمیبینین، ولی خب حالا این قسمت دایره یه نمودار اون قسمتی هست. آها دیده نمیشه، مرسی. خب این قسمت سمت راست نمودار اطلاعاتی هست که شما بعد از مشتریتون داشته باشین. راستی ترین قسمتش که یه سری تیک و خط و اینا هستش کاستمر جابز هست، کارهایی که مشتری شما میخواد انجام بده. کلا ما هر محصولی که استفاده میکنیم در واقع یک محصول رو استخدام کردیم که برای اینکه یک کاری رو بر ما انجام بده. من اپ اسنپ رو استخدام میکنم برای اینکه برای من تاکسی بگیره. من اپلیکیشن اسنپ فود رو مثلا میگیرم که برای من از رستوران غذا سفارش بده و امثال این. پس کارهایی که من میخوام انجام بدم توی این قسمت هست. قسمت بالاش که خوشحاله کاستمر گین هست، یعنی من با استفاده با انجام شدن اون خدمتم چه چیزهایی رو به دست میارم، آرامش سفارش غذای بدون دردسر مثلا یکی از چیزهایی هستش که من به دست میارم، یا اینکه بتونم گزینه های زیادی داشته باشم، بتونم رستوران رو مقایسه کنم و امثال هم. اینا چیزهایی هستش که من با یه سفارش خوب غذا میتونم به دست بیارم. غذای خوب این یکی از چیزایی که من به دست میارم، ولی یه سری دردسرهایی برای من وجود داره که توی قسمت پایینش نوشته میشه. مثلا اینکه من اگر که یه همچین اپلیکیشنی نداشته باشم، یکی از دردسرام اینه که خب منوی رستوران اطرافم از کجا بیارم، یا حتی اصلا خود رستورانای اطرافم از کجا بیارم، از کجا بدونم توی مثلا خونه دوستم که تازه نقل مکان کرده به اونجا رستورانای دوربر چیه، کدومش خوبه، اصلا چی داره. و تلفنی پیش بردن این پرسه خیلی دردسر داره. پس اینا درسته دردسرای من هست. توی قسمت سمت چپ قراره اینو توضیح بدیم که محصول ما چه ویژگی هایی داره. توی اون مثلث قسمت چپ که بارکد هست اونجا ویژگی های محصول رو می نویسیم. مثلا اگر من توی ریحون کار کنم یا میگم که خب محصول من یه موبایل اپلیکیشنه که ویژگی اینو داره که منوی آنلاین غذا رو با عکسش با قیمتش به شما نشون بده. خب این به چه دردی میخوره؟ اون گین کریئتورا یا اون چیزایی که برای ما مزیت میآفرینه، اون چیزایی هستش که توی محصول باید راجبش صحبت کنیم. مثلا اینکه من عکس غذا رو ببینم تصور بهتری از این که چی میخوام سفارش بدم خواهم داشت. بنابراین کمک میکنه به اون آورده‌ای که برای من داره، من بتونم انتخاب بهتری داشته باشم، غذایی رو به سفارش بدم که بیشتر میپسندم. یا مثلا قسمت پایینش که یه کپسول کشیده پین ریلیور هستش، یا چیزی که اون دردسرهای من رو کم میکنه، دردسرکاه هست. مثلا من اگه توی خونه پول نقد ندارم میتونم پرداخت آنلاین انجام بدم و دیگه نگران این نباشم که خب من الان نمیتونم از خونه بدون پول غذا سفارش بدم. اینا رو کم و بیش متوجه هستین، بخواین میتونین بیشتر راجبش بخونین توی کتابایی که توی این زمینه ها موجود هست، سوالی هم داشته باشین بیشتر براتون توضیح میدم. اما همه این کارا رو میکنیم که به اون فیت های که باید برسیم. اولین فیتش هم problem solution fit هست، اینکه ما بدونیم که مشکلی که میخوایم حل کنیم با راه حل ما حل میشه.
یعنی مثلا به فرض مثلا من بگم که خب الان نزدیک خونه من اون وسایل نقلیه عمومی فراهم نیست و من ماشین ندارم، اگر راه حل شما این باشه که خب نرو سر کار، این پرابلم و سولوشن با هم فیت نیستن چون مشکل منو حل میکنه، شما صورت مسئله رو پاک کردید و این خیلی بیشتر از اون چیزی که شما فکر میکنین اتفاق میفته. یا حتی استارتاپ هایی هستن که به روشی میخوان مشکل شما رو حل کنن که هزینش غیر منطقیه یا با حل کردن و مشکلی سر مشکلات دیگه رو میافرده. پس گام اولش اینه که اون پرابلم سولوشن فیت رو ما بهش برسیم، یعنی برای مشکل واقعی که وجود داره یک راه حل خوب پیدا کنیم. یکی دیگه از چیزایی که تو این زمینه همیشه اتفاق میفته این هستش که شاید حتی مشکل واقعی رو داریم حل نمی‌کنیم. خیلی استارتاپ ها هستن که میان یه مدتی هستن اما انقدر تارگت مارکتشون کوچیکه، به خاطر اینکه مشکلی که داشتن مشکل خودشون و چند نفر اطرافیانشون بوده و شناخت خوبی از بازار نداشتن، که این باعث میشه که خود به خود حذف بشن چون مشکلی که به دنبال حلش بودن واقعا مشکلی نبوده. و خب راه حل یعنی اون تناسب بعدی که باید بهش برسین پروداکت مارکت فیت هست، که خب اوکی اگر شما مشکل رو خوب شناختین و راه حل براش تعریف کردین، خب اون راه حل در قالب چه محصولی به چه بازاری میخواین ارائه بدین، که این چیز فوکس میکنیم. و اگر به اون رسیدیم گام بعدی این هستش که خب شما دارین که توی یه مارکت به یه بازار خوب دارین ارائهش میدین، ولی آیا بزنس مدلتون کار میکنه یا نه. و اینکه بزنس مدلتون کار میکنه یا نه منظور این هستش که آیا درآمد دارین یا نه، و آیا درآمدتون هزینه‌هاتون رو کاور میکنه یا نه، و اگر کاور میکنه به سوددهی میرسین یا نه، و اگر همه این اتفاقا میفته توی چه مدت زمانی، چون به هر حال سرمایه های ما محدوده، صبر سرمایه گذارها محدوده و ممکنه که بله یه پروژه توی 5 سال به نتیجه برسه اما اگر سرمایه گذار شما توی 4 سال حوصله‌اش در بره خیلی دیره که این اتفاق بیفته. بنابراین راجع به این میخوام صحبت کنم که چجوری ما به این فیت ها برسیم. یکی از چیزهایی که من همیشه وقتی که به استارتاپ های مخصوصا ارلی استیج آواتک که میخوام مشاوره بدم، بحث خود به خود میره به این سمت، اینه که کاستمر دیسکاوری رو چجوری انجام بدیم و اصلا در واقع چجوری مشتریمون رو بشناسیم که بعد براش یه آمیخته یه بازاریابی یه تعریف کنیم، یا اصلا مشتریامون رو چقدر میشناسیم که بخوایم حتی قبلتر از اون دستشون بکنیم، آیا مطمئنیم دستبندی که ما انجام دادیم درسته. همین الانش که من توی نوآوا دارم فعالیت میکنم، استارتاپ هایی رو چه توی پورتفولیو چه خارج از اون میبینم که حتی یه سری پرسونا در آوردن واسه مشتریاشون، اون پرسونا رو پرینت گرفتن زدن به در دیوار شرکتشون و احساس میکنن که مشتریاشون رو میشناسن و بر اساس اون فرض اولیه‌ای که خب اینا این آدم ها مشتری های ما هستن، محصولی رو ساختن که جواب مشتریاشون رو نمیده و بعد در عجبن که خب چرا به سوددهی نمیرسیم، چرا به سر به سر نمیرسیم، چرا کار نمیکنه، چرا بیزنس مدلمون اونجوری که باید نیست و به اون فیته نرسیدن. یه سر برمیگرده به بحثای مارکت ریسرچی که توی هر مرحله از بیزنسی که باشیم براتون مهمه. من یه ذره با جزئیات بیشتری توضیحش میدم براتون. و اولین کاری که باید انجام بدین که خیلی 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 کار مهمی هست اینه که اون فرضیات اولیتون، اون اسامپشن هاتون رو لیست کنید. یعنی شما اگر میاین به فرض، دوباره من مثال دیگه میزنم که مثلا بیان راجع به نوار صحبت کنیم، کتاب صوتی، این که نوار به وجود اومده، شاید حالا نه تنها نوار، کلن هر استارتاپی که توی حوزه کتاب صوتی داره فعالیت میکنه یا محتوای صوتی داره فعالیت میکنه
فرض بر اینه که یه سری آدم ها هستن که نمیتونن کتاب بخونن، یا وقتشو ندارن، یا حوصله‌شو ندارن، یا امکان خوندن ندارن، یا نابینا هستن حتی. اینا بله، خانم مرجان پرسیدن که برای مارکت ریسرچ از کجا شروع کنیم. دقیقا دارم همین رو توضیح میدم خانم مرجان. گام اولیش اینه که شما بدونین راجع به چی میخواین مارکت ریسرچ کنید. و دقیقا منظور از این که برای چی میخواین مارکت ریسرچ کنین همینه. شما یه لیستی از فرضیاتتون رو مینویسین که من برای چی میخوام این استارتاپ رو اندازی کنم. چرا این استارتاپ من مورد نیاز هست؟ مثلا زمانی که ما اساسین نوار اومدن این استارتاپ رو اندازی کردن، با خودشون فرض کردن که خب آدم هایی هستن که نمیتونن کتاب بخونن اما دوست دارن که کتاب رو بفهمن، مطالعه داشته باشن، از دانشی که اون کتاب ارائه میده آگاه باشن، بنابراین شاید کتاب صوتی یک گزینه خوب باشه. این که من میگم فرضیه، خود به خود شاید ذهن بره به این سمت که خب فرضیه یه چیزیه که میتونه غلط باشه. بله میتونه غلط باشه، ولی لزوماً به این معنی نیست که حتما غلط. بنابراین شما توی هر استیجی که از اون استارتاپتون هستین، چه تازه شروع کردین، چه چند سال از استارتاپ داشتین، چون میگذره، یه سری فرضیاتی دارین که بر اساس اون استارتاپتون رو شروع کردین یا دارین پیش میبرین. مثلا فرض میکنین که نیاز بازار این هست، فرض میکنین که مشتریای شما این آدما هستن، و این فرضیات میتونه درست یا غلط باشه. اگر این فرضیات درست باشه که خب خیلی هم خوب، اما اگر غلط باشه، شما یه محصولی رو بر اساس یه فرض غلط میسازین که در نهایت فیدبک مشتری بهتون ثابت میکنه که فرضتون غلط بوده. اگر مارکت ریسرچ بکنین و فیدبک مشتری رو دائما بگیرین، میفهمین که کجا دارین اشتباه میکنین و میتونین جلوی اون اشتباه قبل از اینکه یه عالمه وقت و هزینه بکنین و یه فیچری برای محصولتون بسازین یا حتی خود محصول رو بسازین، قبل از اینکه بفهمین فرضتون غلطه، خب این میتونه خیلی جلوی اتلاف وقت و پول زیادی رو بگیره. بنابراین گام اولش اینه که اون فرضیاتتون رو لیست کنین. گام بعدی اینه که برین با مشتری حرف بزنین و برای اون فرضیاتی که دارین تست درست کنین. یعنی بگین که من فرضم اینه که این محصولی که من دارم درست میکنم به درد فلان مشتری ها میخوره. خب دو گروه آدم انتخاب کنین، برین باشون حرف بزنین، دو حالت مختلفشو از محصول نشونشون بدین و بگین که کدومش براتون کار میکنه. یا حتی قبل‌تر از اون میتونین یه سری مصاحبه عمیق انجام بدین، یعنی با سوالاتی که هیچ گونه جهت‌دهی نداره و فرضیاتش به دنبال تایید فرضیه شما نیست، برین با مشتری حرف بزنید، سوالای WH question بپرسید. چرا، چطور، چقدر، نه اینکه سوالی که آیا این خوبه یا آیا این بده. مامز تست یا کتاب تست مامان رو اگر نخوندین در این زمینه حتما بهتون پیشنهاد میکنم. اسم این کتاب مامز تست هست به این دلیل که کانسپتش کلا مفهومش اینه که شما اگر هر چیزی برین به مامانتون بگین که مامان من میخوام این محصول رو بسازم، به نظر شما خوبه یا نه، قطعا میگه آره قربونت برم، چرا که نه، خیلی هم خوبه، همه چیش هم عالیه، همه هم میخرن. این به این دلیل هستش که مادر دلشون نمیخواد دل شما رو بشکنن و در واقع دوست دارن حمایتتون کنن. اما اگر فقط بر اساس گفته های کسایی که دوستتون دارن و دور براتون هستن اون فرضیات اولیتون رو پیش ببرین، در نهایت مشتری ها به بیرحمانه ترین شکل ممکن بهتون ثابت میکنن که فرضیاتون غلط بوده و کافیه که ازتون نخرن اون محصول رو و اونجوری بهتون ثابت کنن. بنابراین گام اول لیست کردن فرضیه ها بود. گام دوم طراحی آزمون هایی که بفهمین آیا اون فرضیاتتون درست هست یا غلط، و یه مصاحبه خوب تا یه حد خیلی زیادی میتونه اینو بهتون نشون بده. یعنی شما توی هر استیجی که هستین، ببخشید من با سوال خانم مرجان دیسترکت شدم،
گفتن که همین نوار که مثال زدین الان به یه مارکت فیتی رسیدن، وارد مرحله تست و از مرحله تست مامان رد شدن برای توسعه کارشون و در دست داشتن بخش بزرگی از بازار چی کار میکنن؟ چه نوع تحقیقاتی باید انجام بدن؟ بله، خب یه چیزی مثل نوار، یه بیزنس مدل، یه ببخشید پرابلم سولوشن ثابت شده ای توی دنیا داشته، یعنی آدیبل و اسکریپت و اپ هایی از این دست کتاب صوتی تولید میکنند و توی دنیا خیلی شناخته شدن و به خاطر جمعیت زیادی که دارن از اون استفاده میکنن، نوار از قبل هم قطعا میدونسته که اگر مردم جاهای دیگه دنیا کتاب صوتی گوش میکنن، پس ایرانی ها هم به احتمال خیلی زیاد کتاب صوتی گوش میکنن. بله، اونا تستشون از این مرحله گذشته که آیا کتاب صوتی خوب است یا نه، یا یعنی اینکه شما کتاب صوتی گوش میدین یا نه. الان مارکت ریسرچی که مثلا نوار باید انجام بده راجع به این هستش که به اون بیزنس مدل خوبش برسه، یعنی بعید نیست که تا مثلا چند وقت دیگه ما ببینیم که مثل خیلی از جاهای دیگه مثل مثلا اسکریپت یا همون آدیبل بیزنس مدلش تغییر کنه و این مدلی بشه که به جای اینکه یه دونه کتابو من بیام مثلا بخرم 15000 تومان، یه کتاب دیگر 7 تومان، یه کتاب دیگر 20 تومان، بیام یه اشتراک ماهیانه داشته باشم و اشتراک ماهیانه یه من مثلا به من اجازه دانلود 3 کتاب در ماه مثلا بده یا 1 کتاب در ماه. اونا الان مرحله که چیزی که باید تست کنن فرضیه شون اینه که یعنی من حدس می‌زنم باید این باشه که آیا فروش یک کتاب برای مردم جذاب تره، یا مثلا فرضیهشون اینه که فروش کتاب برای مردم جذابه به صورت تکی، یا میتونه یه فرضیه دیگه ای هم داشته باشه برعکس اون که اشتراک داشته برای مردم جذاب تر از خرید یک کتاب تک هست. خب این خیلی برمیگرده به فهمیدن عادت‌های استفاده کتاب مردم ایران، با توجه به اینکه خب نوار داره کتاب صوتی فارسی تعریف میکنه و تعداد کشورهایی که فارسی زبان هستن هم خب خیلی تعداد محدودی هستن نسبت به یه چیزی مثل آدیبل یا آمازون که کانتنتی که تولید میکنن بیشترش بر اساس زبان انگلیسی هستش. بنابراین تستی که تو این مرحله باید انجام بدن تست های مربوط به اون بیزنس مدل فیتشونه، مدل درآمدیشون چجوری بهتر کار میکنه و اینا به روش های مختلف میتونه اتفاق بیفته. یعنی تو همین مرحله هم مثلا نوار میتونه بره بپرسه که مثلا من خودم و آدمی میدونم که زیاد مطالعه میکنم، این زیاد مطالعه کردن من توی بازه یک کتاب در ماه بود، الان مثلا به این نتیجه رسیدم که کسی کتاب زیاد مطالعه میکنه که هفته یک کتاب مطالعه کنه، آیا این نظر من نظر درستیه؟ و اگر من توی نوار مشغول به فعالیت باشم بر این اساس اجازه دارم که محصولم رو بیام اینجوری تعریف کنم که خب هفته یک کتاب خوبه، پس اگر ما بخوام اشتراک بدیم باید ماهی 4 کتاب رو بتونیم مثلا مشتریای ما بتونن دانلود کنن و بر اساس این میانگین قیمت کتاب ما مثلا اگر 12000 تومان هست اشتراک ماهیانه ما 4 تا 12 تا مثلا 48000 تومان، پس اشتراک من برای اینکه توجیه داشته باشه باید از ماه 40 تومن شروع بشه. خب این یه فرضیه که بر اساس نظر شخص لادن فتوحی تنها به وجود اومده و اگر صرفا به همین یه دونه نظر اکتفا کنیم و بریم اون پکیج قیمتیمون رو بر اساس مثلا 40000 تومن بسازیم، اما مردم عموم اون جامعه‌ای که نوار داره به عنوان مخاطبش انتخاب میکنه، اگر عموم مردم نظرشون این باشه که ماهی یک کتاب هم واقعا کافیه و 12000 تومن اگر من بخوام یک کتاب بخرم یا 17000 تومن بخرم خیلی قیمت کم تری داره نسبت به 40000 تومنی که اشتراک ماهیانه من بخوام بابتش پول بدم، در نهایت اینجوری میشه که خب 40000 تومن خیلی گرونه، کسی از نوار نمیخره، میرن از مثلا فیدیبو کتابای صوتیشو میخرن یا اصلا میرن فراموش میکنن که به آدیو بوک میتونن از آدیو بوک استفاده کنن و بیزنس مدل نوار در نهایت شکست میخوره. بنابراین این فرضیات توی هر استیجی که بیزنس شما باشه وجود داره. همین الانش از نوار خیلی بزرگتر شما دیجیکالا رو در نظر بگیرید. دیجیکالا تازگی اومده مواد غذایی اضافه کرده
مواد غذایی اضافه کردن به سبد دیجی کالا میتونه کار درستی باشه، میتونه کار درستی نباشه. من نمیدونم که دیجی کالا چقدر راجع به این قضیه تحقیق کرده، اما مثلا یه چیزی که راجع به دیجی کالا میدونم اینه که ارسال و بسته‌بندی کالاهای دیجی کالا بر اساس سایز سفارش اتفاق میفته. یعنی اگر من کالاهای کوچیک بخرم برای دیجی کالا، چون از قسمت انبار کالاهای کوچکتر از حالا یه سایز خاصی میاره، ارسال و بسته‌بندی اون درش خیلی ساده تر هست تا اینکه مثلا من یه دونه یخچال بخرم و یه دونه مثلا گوشی موبایل. به خاطر اینکه چیدمان انبارشون اینجوری هست، اون سایز خیلی تاثیر میذاره. حالا بیایم یه چیز خراب شدنی مثلا مواد غذایی هم بهش اضافه کنیم، آیا مردم اینو توی ذهنشون تفکیک میکنن که من الان دارم مثلا یه دونه میز اوتو میخرم، یه دونه نوتلا هم بذارم کنارش، چه اتفاقی میفته؟ مردم مثلا اینجوری فکر میکنن، یا مردم خریدهای مواد فاسد شدنیشون یه چیز آنلاین میبینن؟ اگر میبینن چه جمعیتی، و آیا اون جمعیت انقدر بزرگ هست که توجیه داشته باشه که دیجی کالا بیاد یک انبار محصول مواد خراب شدنی بسازه که یه عالمه هزینه براش در برداره، در حالی که مثلا 0.2% مردم ایران ممکنه بیان مواد غذایی از دیجی کالا بخرن. زمان مشخص میکنه که این فرض درست بوده یا نه، اما ممکنه و خیلی محتمل هستش که یه استارتاپی مثل دیجی کالا که الان از اون فاز استارتاپ بودنش واقعا دور شده، تحقیق کرده باشه و به این نتیجه رسیده باشه که بله این کار درستی هست و مردمی که دارن لباسشون رو هم آنلاین میخرن، از دیجی استایل میخرن و بعضا خودروشون رو از دیجی کالا میخرن، یه کالاهایی که خیلی گرونتر هست، درگیری ذهنی که ایجاد میکنه برای خریدش خیلی بیشتر هست نسبت به مثلا یه بسته لوبیا، اینا رو حتما تست کردن و بسته به اینکه چقدر درست تست کردن، چقدر درست همه فرضیاتشون رو درآوردن، برای فرضیاتشون آزمایش های درستی طراحی کردن و درست از مخاطبشون پرسیدن و فیدبک گرفتن، اگر فیدبکشون مثبت بوده پس کارشون هم درست، کار درستی بوده که لاین مواد غذایی رو اضافه کردن. الان که اینو گفتم یه نکته‌ای یادم اومد. متاسفانه یکی از اشتباه‌های خیلی رایجی که من می‌بینم استارتاپ‌ها برشون اتفاق می‌افته اینه که توهم تست می‌گیرن. یعنی فکر می‌کنن که تست کردن و اتفاقاً که چون فکر می‌کنن هم تست کردن و تست خوبی کردن، تصمیمشون رو خیلی قاطعانه تر میگیرن و با جسارت بیشتری عملیش میکنن. فرض کنیم من بیام به شما بگم که ببخشید یه نفر در میزنه، من یه لحظه مجبورم برم. من عذرخواهی میکنم از همه. من الان جواب سوال شما رو هم میدم خانم مرجان، ولی داشتم اینو عرض میکردم که مثلا من بیام از شما بپرسم که من میخوام دلیوری آش توی تهران رو اندازی کنم، شما میخرین؟ کار خوبیه؟ خب این سوال خودش به ذاته مشکل داره، برای اینکه آدم ها خیلی هاشون خجالتی تر از اونن که بیان تو صورت من بگن که نه، کی آنلاین آش میخره حتی اگر نخرن. و وقتی که من انقدر مثبت میپرسم میخرین کار خوبیه، این مدلی که من بپرسم، خیلی ها حتی اگر نظرشون نه قاطع باشه، ممکنه به خاطر اینکه نخوان با من مواجه بشن بگن که آره بدم نیست، چه اشکال داره، آره آشم آنلاین میخریم. ولی اگر من همون لحظه
بیام توی یه عمل انجام شده قرارشون بدم و بگم که خب اوکی این الان بستر آنلاین خرید آش، شما برای فردا آش بخرید، این ثابت میکنه که چند نفر از اون آدمایی که به من گفتن آره من آنلاین آش میخرم واقعا این کارو میکنن. بنابراین خیلی مهمه که سوالایی که میپرسین سوالایی نباشه که لیدینگ نباشه، یعنی هدایت کننده نباشه به سمت جوابی که میخواین، و بعد اینکه کامل باشه سوالایی که میپرسین و از تمام اقشاری که دوست دارین یا فکر میکنین مشتری های شما میتونن باشن باید از همه نظراتشون رو بپرسین و همه رو بشناسین و خواسته هاشون رو خوب بفهمین و بعد ببینین که شما کدومشون رو میتونین خوب جواب بدین، کدوم یکی از این خواسته ها برای شما برآورده کردنش عملی هست، و بعد بر اساس اون بیاین فرضیاتی بسازین که پس این خصوصیات محصول اگر من داشته باشمش میتونه یه چیز مهم باشه برای مشتریای من، و بعد اونو که ساختین ببرین توی فاز ای بی تست که بگین که خب از بین این فیچرها کدوماش برای شما مهمتر، این بهتره یا اون بهتره، یه اکسپریمنتی طراحی کنین که محصول مشابهتون رو با مثلا تفاوت‌های کوچیک بذارین جلوشون و ببینین که از کدوم فیدبک بهتری میگیرین. این که خانم مرجان پرسیدن که تحقیقات بازار برای پلتفرم‌های آنلاین بستر خاصی داره یا نه، یا تمپلیتی داره که بشه ازش استفاده کرد یا نه. ببینین وقتی که ما داریم توی بحث کاستمر دیسکاوری حرف میزنیم، ما احساس میکنیم که مشتریمون رو میشناسیم و بر اساس اون فرضیاتی که داریم وارد مکالمه با مشتری میشیم. یه چیزی که خیلی 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 برای همه استارتاپ ها مهمه اینه که سوالات باز بپرسن و سوالات باز جاشون توی پلتفرم آنلاین نیست. یعنی شما نمیشه از یه نفر انتظار داشته باشین که مثلا شما بیان از رفتار خرید اینترنتی من سوال کنین و انتظار داشته باشین که من بشینم مثلا 12 خط برای شما توضیح بنویسم که من به این دلیل مثلا لباس آنلاین نمیخرم یا فلان چیز آنلاین میخرم یا چه چیزهایی رو از کجا میخرم. این خیلی توضیحاتش بیشتر از اونه که در قالب یه تمپلیت بگنجه. بنابراین پیشنهادی که من همیشه به استارتاپ ها میدم اینه که شما یه نمونه یه حداقل 30 تایی، یعنی حداقل 30 تا که میگم دیگه واقعا 30 تا کمترینش، حداقل 30 تا از آدم‌های مختلفی که میتونن پتانسیل اینو داشته باشن که مشتری شما باشن، یه نمونه خوبی از گروه‌های مختلف سنی، جنسیتی، درآمدی و حالا با توجه به تمام اون چیزایی که تو اسلایدهای قبل توضیح دادیم، رفتاری، روانشناختی، بیان یه نمونه خوبی از آدم‌ها رو انتخاب کنین و اون فرضیات اولیه‌تون رو لیست کنین و بر اساس اون سوالایی بپرسین که مری رو به حرف زدن وامی داره و اجازه بدین با صبوری که مشتریتون حرف بزنه و حرف بزنه و حرف بزنه و از حرفایی که میزنه فرضیات جدید به وجود میاد، نکاتی برای شما روشن میشه که تا حالا بهش فکر نکرده بودین. وقتی که این مصاحبه انجام شد، این 3 تا مصاحبه رو که انجام دادین، تازه میرسین به این که خب چه چیزهایی برای بیزنس من مهمه، مثلا توی زمینه قیمت چه چیزهایی تأثیر گذاره، توی زمینه های اعتماد چه چیزهایی تأثیر گذاره، توی استفاده از محصول چه چیزهایی تأثیر گذاره، زمان چجوریه، نوع خواسته های خاص مشتری ها چجوریه، کدوماشون خیلی خواستن، کدوماشون عامتر هستن، من کدوما رو میتونم انجام بدم، و اینا سوال هاتون گزینه دار میشه. یعنی مثلا وقتی میان میگیم که چه چیزهایی رو آنلاین میخرین، یه سوال بازه که خیلی هم تون راجبش حرف میزنن، ولی وقتی که میان جوابتون رو میدن که ما این چیزها رو آنلاین میخریم، اون وقت میشه گزینه. وقتی که این مصاحبه تموم شد، شما نکات مهم صحبت‌های آدمای مختلف براتون تبدیل میشه به گزینه‌های سوالایی که پرسیدین. وقتی این اتفاق بیفته میتونین پرسشنامه‌هایی طراحی کنین که بعد روی سامپل‌های بزرگتر، روی نمونه‌های بزرگتر بفهمین که خب این چیزهایی که مهم به نظرتون رسیده درجه اهمیتش چقدر. یعنی مثلا اگر به فرض دوباره من مثال سفارش آنلاین غذا رو میزنم، اگر من سفارش آنلاین غذا دارم، چند درصد از آدما صبحونه سفارش میدن، چند درصد نهار، چند درصد شام، چند درصد میان بعدهای دیگه،
و برنامه ریزی اصلی بیزنستون و لاجستیکش و آپریشنش رو بر اساس اون انجام میدین. مثلا اگر فرض ریحون این باشه که خب مثلا اکثر آدم ها صبحونه نمیخورن و صبحونه رو آنلاین سفارش میدن، تعداد نیروهایی که باید توی کاستمر سرویسش استخدام بکنه برای صبح باید بیشتر باشه. ولی ممکنه بریم با آدم ها صحبت کنین، یکی بگه صبح، یکی بگه بعد از ظهر، یکی بگه نهار، یکی بگه شام، و بعد باید برین روی یه نمونه خیلی بزرگتری ببینین که خب این 4 تا گزینه برای من وجود داره اما کدومش مهمتره، و بعد یه نمونه معقول برای یه شهری مثل تهران 380 نفر 386 نفر به صورت دقیق ترش هست. روی این تعداد بله پلتفرم های آنلاینی وجود داره که شما میتونین پرسشنامه هایی که خروجی باز مصاحبه های شما هست اونا رو اونجا قرار بدین و بر اساس نتایج کمی که از اونجا میگیرین بتونین یه تصمیم قاطع تری رو بگیرین، و اون تصمیم قاطع ترتون بر اساس دیتای واقعی هستش که رفتین اولا نکات مهمش رو از توی مصاحبه به دست آوردین و بعد تبدیلش کردین به پرسشنامه. پرسشنامه آنلاین خیلی روش های متفاوتی میتونه وجود داشته باشه، میتونه یه گوگل فرم ساده باشه که شما بفرستین به سمپل های بزرگ، یا الان کانال های تلگرام هستن که حاضرن براتون این کار رو با هزینه های کم انجام بدن. پلتفرم های آنلاینی هستش که میتونین با جستجو پیداشون کنین. من ترجیح میدم اسم نبرم چون تبلیغ میشه، ولی مطمئنم که پرسشنامه آنلاین یا تحقیقات بازار آنلاین رو سرچ کنین، خیلی گزینه های زیادی هست که میتونین ازشون استفاده کنین که در ازای یه مبلغ کم به ازای هر سوال و به ازای هر نفر، مثلا میگن که مثلا N تومن برای یک سوال برای یک نفر، یعنی مثلا اگه 20 تا سوال داشته باشین 20 N ضربه در تعداد نفراتی که میخواین ازشون تحقیق کنین میشه قیمت تحقیقات بازاری که میخواین انجام بدین، و بر اون اساس میتونین تصمیم های دقیق تری بگیرین. یه سوال دیگه هم که پرسیدین، وقتی بعد از گذشت مدت زمانی از کارمون متوجه میشیم سگمنت بندی مشتریان رو انجام ندادیم و الان میبینیم کلی مشتری داریم ولی دستبندی ها وضعیتشون نمیدونیم، راهکار سری که بتونیم به نظرتون بتونیم اینا رو سگمنت بندی کنیم چی هست؟ اگر از عمر بیزنستون زیاد میگذره، یعنی مشتری های زیادی دارین، میتونین از نوع رفتاری که مشتری ها توی سیستمتون نشون میدن اون سگمنت بندی رو انجام بدین. ولی حتی دیجیکالا هم شاید تازه به مرحله‌ای رسیده باشه که بر اساس رفتاری که از مشتریانش توی سیستم می‌بینه بتونه اونا رو دسته‌بندی کنه. این دسته‌بندی‌ها خیلی در گذر زمان هستش که می‌تونه دقیق‌تر بشه. اما شما مسلماً یه مدتی از بیزنستون گذشته و یه سری مشتریای دور و بر خودتون دارین و یه سری مشتریای دارین که دیگه از شما خرید نمی‌کنن، دیگه با شما تعاملی ندارن. اینا گروه خیلی خوب از کسایی هستن که میتونین باشون حرف بزنین. اونایی که ازتون خرید میکنن مشتریای خوبتون هستن، شاید حتی به اسم بشناسینشون به خاطر تعامل زیادی که با سیستمتون دارن، از اونا میتونین نقاط قوت بیزنستون رو بپرسین. از کسایی که اومدن یک بار سرویس شما رو امتحان کردن و رفتن میتونین نقاط ضعفتون رو بپرسین، و از کسایی که ثبت نام کردن و هیچ تراکنشی با شما نداشتن، هیچ اتفاقی نیفتاده، از هیچ سرویستون استفاده نکردن، میتونین بپرسین که چی شد که اصلا از این کانسپت خوشتون نیومد، یا چی شد که اصلا نتونستین تعاملی برقرار کنین، و ممکنه مربوط به دیزاین محصولتون باشه، ممکنه تصویر غلطی از استارتاپتون و خدماتی که ارائه میدین به جامعه داده باشین، به جامعه مخاطبانتون، ممکنه روی قیمت گذاریتون اشتباه کرده باشین و کسایی بودن که دوست داشتن از خدمات شما استفاده کنن اما نمیتونستن از پس هزینه‌اش بر بیان. بنابراین همونجوری که گفتم شما باید بیان فردای اولیه بیزنستون رو بازنگری کنین و ببینین که مثلا نوع محصولاتی که دارین ارائه میدین فکر میکنین به درد کیا میخوره، بعد ببینین آیا کسایی که دارن واقعا ازش استفاده میکنن همون آدم هن. یا آیا همون نیازهای اون آدم ها رو خوب دارین برآورده میکنین یا نه، و اگر این اتفاق میفته ولی رشد نمیکنین میتونین بپرسین که
چه کمکی از دست مشتریانتون برمیاد. یکی از روش هایی که باعث شد که اسنپ رشد کنه و بعدش تپسی رشد کنه و قبل از اونا فکر میکنم دراپ باکس، مطمئن نیستم ولی فکر میکنم دراپ باکس اولین جایی بود که این کار رو کرد، که به ازای معرفی مشتری جدید اومد بخشی از محصول خودش رو به صورت رایگان در اختیار مردم قرار داد. یعنی دراپ باکس اینطوری بود که حجم اضافه دراپ باکس به شما میداد در ازای معرفی دوستان، و اسنپ میومد اعتبار اسنپ به شما میداد، یعنی پولی هم مستقیم خرج نمیکردن، یعنی پولی هم که میدادن با سوی بیزنس خودشون خرج میشد. تمام اینا روش هایی بودش که به کمک مشتری های خوبشون اومدن بازارشون رو گسترش دادن. شاید شما مشتری های درستی انتخاب کردین اما بقیه ازتون بیخبرن. شاید لازم باشه که مشتری های کنونیتون رو ترغیب کنین که بیان و شما رو تبلیغ کنن و در ازای تبلیغ سود ببرن، سودی که از جنس محصول خودتون هستش. خب زمان ما تموم شده، من اسلایدامم تقریبا تمام چیزایی که داشتم میگفتم همینه. اون اسامشنای غلطتون رو پیدا میکنین، فرضیاتتون رو بر اساس چیزایی که میگفتین میان رتبه بندی میکنین و میگم اون فرضا که به وجود اومد میرین چه یه بازار خیلی بزرگتر توی یه جمعیت خیلی بزرگتر تستش میکنین، ببینین مهمترین ها کدوم ها هست، بر اساس اولویت و اهمیت میرین سراغ این که اون محصولتون رو بهینه تر کنین. و اگر همه اینا درست کار کنه میرسین به اینکه چه بیزنس مدلی باید برای شما، یعنی محصولت اوکی، نیازهای مشتریام ایناست، محصولی که من میخوام بسازم اینه، حالا جنبه های دیگه چجوری درآمدزایی کنم، چجوری هزینه هامو کاهش بدم. و با اون تست کردن مرتب فرضیه هاتون میرسین به اینکه کدوم بیزنس مدل در نهایت برای شما کار میکنه.